مقاله 29 فدرالیست رو ادامه میدیم، قسمت دومشه. حتما میدونید که من چرا این نقشه رو میذارم جلوتون، که گاهگداری یادمون باشه که اهل کجاییم. متاسفانه من الان دارم این وقتی براتون این مقاله فدرالیست رو راجبش صحبت میکنم که الان انتخابات 2016 آمریکا رو میبینید و میبینید که چجوری شخصی شبیه دونالد ترامپ واقعا از این سیستم سوء استفاده کرده و متاسفانه تلویزیون کانالای کیبل آمریکایی یه مقداری کمکش کردن، خواسته یا ناخواسته، که به اینجا که الان هست برسه. و شما میگی که تو داری یه همچین الگویی رو برای ما میاری که یه همچین کسی رو استفراغ کرده بیرون، بالا آورده، ولی ما دراز مدت میخوایم نگاه بکنیم، میخوایم تاریخ آمریکا رو بخونیم. همیشه توش آدمای خوب و بد و عوضی و پلید بودن. ما میخوایم یه دید اجمالی بکنیم و یاد بگیریم که یه روزی سیستم فدرالیست برای کشورهای دنیا، برای اتحاد کشورهای دنیا مطرح بکنیم. مثلا آدم باید این چیزای سطحی رو، با این که الان نگاه میکنی چیز خیلی بدیه، باید این یه مقداری زیادی جدی نگیره آدم. من امیدم اینه که ما فراموش نکنیم که آدرسمون کجاست و اول آخرش این گهواره‌ای که توش زندگی میکنیم اون تنها میهن ماست. اگه قراره یه میهن بگیم، وطن بگیم. حالا برگردیم. گفتم ماده اول قانون اساسی آمریکا، اصل اول قانون اساسی آمریکا، ببخشید، بخش هشتمش و ماده یکی از ماده هاش راجع به این میلیشا صحبت میکنه. بذارید اینجا تو خود این مقاله هم، تو همون پاراگراف دو، این قسمت این اصل آورده که میگه to provide for organizing, arming and disciplining the militia and for governing such part of them as may be employed in the service of the United States, reserving to the states respectively the appointment of the officers and the authority of training the militia according to the discipline prescribed by Congress. پس یه سری اصولی کنگره میگه، ولی انتخاب این میلیشا و تمرین این میلیشا دست ایالته. یعنی ایالت کلی کنترل داره. و همینجوری که در این مقاله صحبت میکنه و اینا، یه جایی میرسه میگه شماها اینایی که دارن مقاله بر علیه این بر علیه ما مینویسن یا بر علیه این قانون اساسی که ما از کنوانسیون فیلادلفیا دادیم بیرون، از اخلاق چرت زیاد میگن. مثلا میگن که این میلیشایی که، سربازی که تو محل شما به دنیا آمده، تو محل شما بزرگ شده، یعنی انقدر گیج و خودفروشه که تا به محض اینکه دولت مرکزی گفت پاشو و مردم تو سرکوب بکن، این کارو بکنه. میگه اصلا همچین چیزهایی نیست. برای اینایی که ایراد میگیرن که
ما میخوایم این میلیشا رو استفاده بکنیم و شماها رو سرکوب بکنیم، اصلا چرت و پرت میگن. الان البته نگاه میکنید تو آمریکا این میلیشا چون دیگه اون حالتش رو از دست داد دیگه، حالتی که زمانی تمام آمریکا کشاورزی بود و این آمریکای قرن 18 و 19. خب بعد یواش یواش این نشنال گارد، چیزی که به نام نشنال گارد، گارد ملی میگن، جاشو گرفته. که اگه دقت کرده باشید توی اخبار گاهگداری نشون میدن یه دفعه نمیدونم طوفانی میشه، سیلی میاد، چیزی میاد، یه حالتی که دیگه پلیس محلی نمیتونه همه چیزو کنترل بکنه. خب اون وقت استاندار یا بعضی وقتا رئیس جمهور اینا رو میگه لباساتون رو بپوشید و برید چیکار بکنید، برید کمک. میگن اکتیویتشون میکنه، اکتیویت میکنه که برن تحت نظر همون افسرهایی که ایالت انتخاب کرده کمک بکنن به اون جامعه کوچیکی که توش زندگی میکنن. بعد پاراگراف بعدی، حالا ما یه عبارت دیگه هستش که باید یاد بگیریم: In order to cast an odium upon the power of calling forth the militia to execute the laws of the union, it has been remarked that there is nowhere any provision in the proposed constitution for calling out the posse comitatus to assist the magistrate in the execution of his duty. میگه ایرادای دیگه که میگیرن، میگن این قانون اساسی حق نمیده که استانداری، بخشداری، کسی بیاد و پاسی کاماتاتوس رو استفاده بکنه. اینم لغت لاتینه که تقریبا همین به نظر میاد ریشه همین برنامه میلیشا بوده. پاسی کاماتاتوس یعنی فورس پابلیک، قدرت عمومی، قدرت جامعه کوچولو، که تقریبا بعدم میشه همین میلیشا. من پاسی کاماتاتوس رو لغوی از لاتین معنیش کردم، ولی تو این فیلم های وسترن اگه دیده باشید میگه من یه پاسی میخوام، این چند نفر از شریفه میگه من یه پاسی میخوام، چند تا از همون ساکنان اون منطقه رو میکنه دپیوتی خودش، قانونی میکنه زیر دست خودشون و معاون خودشون که برن دنبال کسایی که خطای قانونی کردن. حالا داره فقط مسخره میکنه تمام اونایی رو که بر علیهشون مقاله مینویسن. میگن از یه طرف به ما میگن فلانجا قدرتت زیادی میشه، احتمال خطره که بیای ما رو سرکوب بکنی. از این ور میگن این قدرت رو شما ندارید یا قدرت رو به استاندار ندادید. یه ایراد بی خودی میگیرن، میگه همش دارن ایراد میگیرن، ایرادای واهم که اصلا به عقل جور در نمیاد. البته این خوندن این لپ مطلب رو من بهتون گفتم و خوندنش مهمه، چون یه روزی که کشورها بخوان اتحاد بکنن یه همچین فرمولی بالاخره مردم میترسن دیگه، هر کشوری میخواد یه میلیشاشو داشته باشه که نترسه دولت مرکزی بیاد سرکوب بکنه مردمو. خوبه اینو بخونید. حالا من شاید چند تا واژه اینو بعدن براتون بذارم و شما یه نگاه دیگه بکنید، ولی خوبی این اینه که آدم میتونه یواش یواش در مراحل مختلف تاریخی آمریکا نگاه بکنه که ببینه مثلا این میلیشا یا نشنال گارد رو چجوری استفاده کردن. مثلا نگاه بکنه وقتی که سیویل رایتس موومنت توی آمریکا بود و بعضی جاها
دادگاه گفته بود که بایست این دخترای سیاه پوست آمریکایی رو اجازه بدید بیان مدرسه، چون حقشون رو برای مدت زیادی خورده بودن متاسفانه. و بالاخره وقتی شد که میخواستن حق به حقدار برسه، بعضی این مدارس داشتن سعی مینداختن جلوی پای مردم. خب و بعضی وقتا شد که مجبور شدن که نشنال گارد رو بفرستن تو مدارس و مواظب این دخترهای سیاه پوست باشن. حتی من دارم خلاصهشو میگم، شما میتونید تون سریال Eyes on the Prize رو خیلی قبلا بهتون گفتم که مهمه نگاه بکنید. نه که در رابطه با سیویل رایتس موومنت آمریکا چیز جالبی نگاه بکنید، چون اشاره شده قبلا برای اینکه تمدن آمریکا رو ما خوب یاد بگیریم و ببینیم الان به چجوری به اینجا رسیده. این یکی از اون بخش‌های خیلی جالب تاریخ آمریکاست، سیویل رایتس موومنت و تمام اونایی که خدمت کردن به سیاه‌پوستای آمریکایی، ولی خدمتشون در حقیقت به تمام مردم جهان بود. بعداً راجع به صحبت می‌کنیم بیشتر.